به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان و دزدان و دزدان، دزدان اسلامی، حکومت دزدان، رهبر دزد و اکبر دزد و طویله ها دزد و قوای سگانه دزد و دولت دزد و وزرا دزد و آیت الله و حشت الاسلام و طلبه چلقوز هم دزد، قاضی دزد، مأمور اجرا دزد. این دزدان چون دزدیشون اسلامیه، بایستی پایه های اسلام ناب محمدی رو قرص نگه دارن که یه وقت بیزی اسلام از دستشون نیفته و بشکنه. چون این کارا با اجازه الله طبقه هفتشتمیه، اون بالا، الله بالایی، الله زیرزمینی حالا فعلا ساکته. از این الله زیرزمینی ها یه 5-6 میلیونی بالاخره میان بیرون و میگن ما الله زیرزمینی هستیم و بعد اینا میگیرن اعدامشون میکنن، میگن اگه الله زیرزمینی بیاد بیرون ما دیگه سهم امام نداریم، چون خود الله زیرزمینی اومده دیگه. الله بالایی هم که غیب معلوم نیست، اینم که 1200 سال غیبه، ما با غیب کار داریم، اینا هم پولا رو میگیرن غیب میکنن، دوزی نمیکنن، غیب میکنن. آخوندم میره تایچا، میاد بیرون، سیر شکمش پر، یه پیش امام زمان بودم اینا ها. آخونده تقصیر نداره، باورمنده تقصیر داره. تا روزی که این باورمند باشه آخوند همون کارو میکنه. پس بنابراین درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از اینکه برم و وارد بحث امروزم بشم، اگر من یک روز صحبت اینو میکنم که یه دزدی از ایران پول دزدیده اومده زن بچهشو گذاشته اینجا و میره باز دزدیشو بکنه بیاد، زنش هم بیکاره یا ددر میره یا به من تلفن میکنه، این به این معنی نیست که هر کس میره ایران میاد جز به این گروهه. 30 سال مردم ایران، بچه هاشون، زندگیشون این بره، اونجا مملکتشونه. حتی کسانی که ساکن اینجان، حتی کسانی که اینجا کاسبی دارن، زندگی دارن، اینها میرن فامیلاشونو ببینن برگردن، کار دیگه ای نمی کنن. من وقتی راجع به اونا حرف میزنم، روی سخنم فقط با دزداست، کسی به خودش نگیره. من دهن بند نمیتونم به خودم بزنم، ولی همه نباید فکر کنن که من اگه راجع به 50 تا دوز صحبت کردم، شما بیا برو اینجا اورنج کانتی دسته دوزار رو توی اربان نشون میدم، این به معنی این نیست که هر کی تو اربان زندگی میکنه دوسته. ولی این دزدا تو ایرواین هم رفتند، تو تورنتو پرند، تو واشنگتن دی سی هستند. این مسئله این نیست که هر ایرانی که اینجا زندگی میکنه جزو اوناست.
امیدوارم این توضیح بعضی ها رو قانع کرده باشه دیگه نه وقت منو بگیرن نه وقت خودشونو. ببینید دوستان، ما اگر دست به دست هم ندیم، اگر حرف هم دیگر رو نفهمیم، خیلی گرفتاری داریم. امروز به خاطر حرفی که خیلی ها به من میزنن، آقای فاضلی خودتو خسته نکن، این مردم درست بهشون نیستن. خیلی ها تلفن میکنن، نامه مینویسن، دلسوزی میکنن، پیش کدوم هم من فکر نمیکنم قصد بد داشته باشن. اما من با شماها فرق میکنم. شماها میتونید برید ایران، بیاید قسم بخورید، ولی چیزی نگید. من نمیتونم. سال 1363 یک دکتر سیاه پوست به نام مارتین لوتر کینگ گفت I have a dream، گفت من یه رویا دارم که سیاه و سفید برابر بشن. اون زمان رویا بود، امروزم این اروپایی های متمدنه که میبینید خیلی متمدنه. شما جرأت دارید به یه سیاه‌پوست بگید توی انگلیس بیا بخوای بشی نخست وزیر؟ شعارش میدن. ولی امریکایی امروز به شعور رسیده، یه سیاه پوست نخست وزیر که رئیس جمهورشه و سفیدا دارن ازش طرفداری میکنن بدون این در نظر گرفتن رنگ پوست. آیا ما یه روزی به اونجا میرسیم؟ روزی که مارتین لوتر کینگ، من نمیخوام خودم با مارتین لوتر کینگ مقایسه کنم، ولی روزی که گفت I have a dream، آیا کسی باور میکرد؟ اون روزم سیاه‌پوستا همه مثل ما ایرانی ها امروز سرخورده و تو سری خور بودند، که ما تو سری خور هستیم. تا روزی که تو سری بخوریم حقمونه. ولی من هم رویایی دارم. این رویا رو مارتین لوتر کینگ خودش ندید، من هم نخواهم دید، اما به وقوع می پیونده. خرد یواش یواش رخنه می کنه. دیروز با یکی از دوستانم، با یکی از عزیزانم صحبت میکردم که خیلی معتقد مذهبی بود، خیلی، شاید هم حالا باشه باز خوشاینده من این حرف رو بزنی، ولی میگفت من به طرف خرد میرم. سنشم نزدیک 70. نمیدونم چطور شده. گفت فلان استاد من میگفت، چون یه وقتی راه حق میرفت، راجب اونم صحبت میکنم، که خدا همون نظام طبیعته. بسیار خوب، آیا نظام طبیعت هر چند صد سال یا چند هزار سال یه دفعه کتاب بنویسه؟ آیا نظام طبیعت یه نفر میفرسته میگه برو آدمای دیگر رو بکش که بگن نظام طبیعت نظام طبیعته؟ چرا اسم میذارین برای خدا؟ چرا میترسید اصل قضیه رو قبول کنید که اینا همه دروغه؟ فقط ترسه، هیچی دیگه نیست.
ترس از سنگ شدنه، ترس از تو بهشت نرفتنه، ترس به جهنم رفتنه. ما پیرو راه حقیم. بسیار خوب، حق چیه؟ حق همینی که پیر میگه. پیر کیه؟ یک دزدی اتفاق میفته، دزده میگه حق با من بودی، یارو مرد که خیلی پول داره، اینا به دردش نمیخوره، من باید میدزدیدم. اونی که ازش زدن میگه اینا مال منه، حق منه، دزده برداشته برده. دنبال راه حق نرو، دنبال حقیقت برو. خیلی فاصله است راه حق با حقیقت. من بحث علمی نمیخوام هیچ وقت بکنم، ولی تمام دین ها از زرتشتی گرفته تا آخریش، هر کدوم شما ها میخواین بگین، بعضی ها را اسمشون نمیشه آورد، یا هجوم میارن سرت، همه هم ازت توقع دارن. وقتی هم بهش میگی چرا به برنامه کمک نمی کنی، میگه ما سیاسی نیستیم. اما توقع داره. گروه پرستی، دین پرستی، ترسم حرفم یادم بره ولی مجبورم اینو بگم. در قرن بیستم، از 1914 تا 1918 اروپا یک جنگ رو تحمل کرد، با تعداد زیادی کشته. از 1936 تا 45 هم جنگ دوم رو تحمل کرد، با کشته های خیلی زیاد. در سال 1957 6 تا کشور دور هم جمع شدن، آلمان و فرانسه و ایتالیا و لوکزامبورگ و فکر کنم بلژیک و هلند. پایه بازار مشترک اروپا که الان 35 کشور شده اونجا ریخته شد. جنگ بسه، بیاین با هم صلح کنیم، بیاین با هم رفیق بشیم، مال مردم دیگر رو بخوریم. همین اینا میگن کشور من، کشور ایران باید 20 تیکه بشه، اما خودشون کشورهایی که زبانهاشون به کل با هم فرق میکنه، فرهنگشون به کل فرق میکنه، نژادشون به کل فرق میکنه، میخوان یکی بشن. اونا به خرد رسیدن، ما به بیخردی رسیدیم. برید تحقیق کنید توی تمام ادیان، از زرتشتی گرفته، یهودیت گرفته، عیسوی گرفته، مسلمان گرفته، و شعبه ها و شاخه های هر کدوم از اینا، جای پای کیش مهر، مهر قبل از زرتشت و مهر بعد از زرتشت. چون دو تا مهر داریم، یکی بقمیترا داریم، یکی میترای متولد 272 قبل از میلاد داریم در ایران. اون مادرش آب بود، اینم مادرش ملکه آب هاست، آناهیتا. جای پای این باورهای این دین رو همه جا میبینید. تو که میخوای بری درویش بشی، پیش پیر بری هر کاری تا استکانش رو سر بکشی، هر چی میخوای، برو کیش مهر رو یه مطالعه بکن. الان ناصر انقطاع اومده کتابی به نام حافظ و کیش مهر نوشته، همه اینا رو آورده، رفته خیلی خونده، من کتابش خوندم،
هم حافظ رو خیلی خونده، هم این کتاب‌ها رو خیلی خونده، یک کتاب جامع درست کرده به بهانه حافظ و کیش مهر. شما رو کیش مهر رو نشونتون میده، هم از نویسنده های اروپایی استفاده کرده، هم از نویسنده های ایرانی. کتاب خوبی درست کرده. هدف اصلیش من نمیدونم چی بوده، ولی برای من کتاب بسیار خوشایند و خوبی بود، حافظ و کیش مهر. اگه خواستین خودم هم میتونم تهیه کنم براتون بفرستم. قصدم فروش کتاب نبود الان، قصدم این بود که راه حق، برو حق رو پیدا کن. از من نپرس عقیده تو راجع به رهروان حق چیه. من دیگه پله از اون حرفا گذشتم. حتی رنگ لباس مهر در رنگ لباس این سردمداران مال مسیحیت اثر گذاشته. حتی رنگ، چه برسه مراسم و اون درست شدن عیسی و مسیح و نمیدونم. منتها کسی نمیره دنبالش. فلسفه این که قرآن را به فارسی بخونید، یه عده‌ای میگن بابا یارو خیلی مسلمونه، میگه قرآن را به فارسی بخونید، اما نمیرن قرآن را به فارسی بخونن. شماها شنونده خوب هستید، بعدش هم یادتون میره، وسط حرف زدن من چاییتم میخوری، با بغل دستیتم حرف میزنی، کل حرف من حالیت نمیشه. من چیزی نمیخوام یاد تو بدم، من میخوام خودت بخونی و یاد بگیری. به این خاطر از حالا تا 15 روز من مستند به آیات قرآن با شما یه مقداری حرف میزنم در موارد مختلف و اظهار نظرهای مختلف قرآن. من خواهش میکنم ازتون، برای اینکه ایرادهای منو بگیرید، برای اینکه عیب منو بگیرید، برای اینکه ببینید این قرآن کجاش اشتباه کرده و غلطی نوشته، یا این کتاب کجاش اشتباه کرده و غلطی نوشته، یک کاغذ مداد آماده کنید. شماره آیه ها و شماره سوره ها رو وقتی من میگم یادداشت کنید، برید بررسی کنید ببینید آیا راست میگم یا دروغ میگم. اگر دیدید این حرفا که من میزنم راسته، سعی کنید قرآن رو به زبونی که میفهمید بخونید. شماها لولویی به نام الله براتون درست کردن که میبردتون توی جهنم، سیخ تو ماتحتتون میکنه و کبابتون میکنه و نمیدونم آب جوش بهتون میده، مجبورتون میکنه بخورین و من یارو چیز اون درخت زقوم باید بخورین، مار قاشیه از اون ور میاد، عقرب جراره از اون ور میاد، همش از این چیزا میترسید. اما اگر بیاید این کتاب رو بخونید، ببینید که این حرفایی که زده چقدر با خرد نزدیکه یا دوره، اون وقت خودتون به اون راهی که بایستی برید. من که نمیگم قرآن بده، من میگم خودتون بخونید آیا این حرف بدیه که قرآنی که تو میگی من مسلمونم، برو قرآن تو بخون.
میگی مسیحی هستم، برو انجیل رو بخون، گوش به اون چهار تا کلمه ای که آخونده میگه نده، همشو بخون. برو تورات رو بخون آقا و خانم یهودی. ببین یهوه چجوری در مصر به قول ما امروزی ها کرم داره، به موسی میگه من اینا رو به تو میگم، تو برو به فرعون بگو ولی من دل فرعون رو بر میگردونم که حرف تو رو گوش نده، با اون وقت پدر صاحب بچه رو در بیارم. این کار رو الله تو قرآن میکنه. من دروغ میگم همشو، برید بخونید خودتون. من حرفام همه مزخرفه، اینایی که میگم برید توراتتون رو بخونید، انجیلتون رو بخونید، قرآنتون رو بخونید، اگر دلتون میخواد دین داشته باشید، اگرم نمیخواد کتاب آسمانی رو آدم بخونه دینش از دستش میره. 10 دقیقه و بیشتر سعی میکنم نشه این برنامه آشنایی شما با قرآن رو از امروز آغاز میکنم. امیدوارم اون کاغذ مدادی که گفتم آماده کرده باشید. از جاهای خیلی ملایمشم شروع میکنم، خیلی ملایم. آفرینش زمینها و آسمانها چه مدتی به درازا انجامید. کتاب قرآن نه تنها میگوید آسمانها و زمینها به وسیله الله آفریده شده، بلکه حتی درباره مدت زمانی که الله برای آفرینش آنها، یعنی اجرای این تئوری مسخره و نابخردانه صرف کرده، نیز سخنان ناهمگون به کار برده است. یعنی یه جای چیز دیگه گفته، یه جای چیز دیگه گفته. خود قرآن، قرآن به کرات در 43 آیه از آفرینش زمین ها و آسمان ها به وسیله الله سخن میگوید، ولی درباره مدت زمانی که برای الله به درازا کشید تا آفرینش زمین و آسمان ها را کامل کند، الله توی سوره ها که آیه ها که میخونین در یه مورد میگه زمین و آسمان ها، بقیه موارد میگه زمین ها و آسمان ها. تا آفرینش زمین و آسمان ها را کامل کند سخنان ناهمگون به کار میبرد و این زمان را در آیه های گوناگون بین 2 تا 6 روز ذکر میکند. الله در آیه 4 سوره 32، من این یکی رو اومدم خودم برای اینکه حرف بی خود نزنم، قرآن رو باز میکنم و براتون میخونم آیه 4 سوره 32 چیه. سوره 32 سوره سجده است و آیه 4 میگه خدا وجودی است که آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آنهاست در 6 روز آفرید و بعد بر عرش قرار گرفت. آیه 4 سوره 32. حالا آیه های بعدی، آیه 59 سوره 25، آیه 7 سوره 11، آیه 54 سوره 7، میگوید زمین و آسمان ها را در 6 روز آفریده است. و در یک آیه، آیه 10 سوره 41، بسید اینم پیدا کنم براتون بخونم، هیچ ضرری نداره. آیه 10 سوره 41، فصلت، آیه 10 میگه پس از 2 مرحله اول کوه ها را در روی زمین به وجود آورد
و زمین را برکت داد و روزیهای آن را در 4 مرحله مقرر نمود که برای تمام خواستاران مساوی است. این 2 مرحله رو ایشون 2 بار چیز کرده. یه وقتی هم توی کتاب‌های دیگه ممکنه همین 2 مرحله 2 روز باشه، چون مترجمین خیلی کارا میکنن. حالا اگر اینو ما 2 روز بخونیم، پس از 2 روز اول کوه‌ها را در روی زمین به وجود آورد و زمین را برکت داد. بعد آیه 9 و 12 همین سوره میگه بگو آیا شما منکر کسی میشوید که زمین را در 2 روز آفریده و برای او همتایی درست میکنید؟ آیه 9 سوره فصلت. و در آیه 10 این آقای مترجم دیده گاف کرده، 2 روز کرده 2 مرحله. در آیه 12 میخونیم که خداوند 7 آسمان را در 2 روز به وجود آورد و به هر آسمان قانونش را وحی کرد و آسمان نزدیک شما را با چراغ ستارگان زینت دادیم و حافظ شما ساختیم. این تقدیر خداوند توانا و داناست. اگر شما بیایید قرآنتون رو بخونید و انقدر درس خونده باشید که بدونید آسمانی وجود نداره، این چیزی که هست جو ما داریم میبینیم، ستاره ها رو آسمون میخکوبی نکردن، میایین فکر میکنید که خب اگه عقل من میرسه چطور اون روز عقل خدا نرسیده؟ یا اینکه میگید نه، چون الله گفته این آسمونه، این آسمونه، علم هرچی میگه حرف مزخرف میزنه. در هر 2 صورت حق با شماست، چون من میخوام شما متوجه بشید. در 1 آیه 10 الله تأکید میکند که من براتون خوندم که زمین و آسمان ها را در مدت 4 روز آفریده. آیه 10 رو نخوندم، من خوندم یا نخوندم نمیدونم، خام اشتباهی حرف نزنیم با هم دیگه. آیه 10 همونیش که خوندم، بله. پس از 2 مرحله اول کوها، یعنی همون 2 روز اول کوها را در روی زمین به وجود آورد، زمین را برکت داد و روزیهای آنها را در 4 مرحله، یعنی همون 4 روز مقرر نمود که برای تمام خواستاران مساوی است. اینجا خود شما بخونید به گفته های من اینا رو دارم میگم شماها رو وادار کنم به خوندن قرآن، که ببینید عقل یه بچه 12 ساله امروز از الله به اعتقاد من خیلی بالاتره. برای همینه که آقای سروش میگه اللهی وجود نداره، آقای گنجی میگه الله ثابت نشده، میگن قرآن خود محمد ساخته یا یکی دیگه ساخته، من نمیدونم، من نبودم اونجا، من گفته های اینا رو دارم براتون نقل میکنم. اکنون اگر کسی ببخشید، نکته بسیار جالب در این بحث آن است که آیه های 9 و 10 سوره فصلت یکی پس از دیگری می آیند. با این وجود درباره شمار روزهایی که الله با آفرینش زمین و آسمان پرداخته با یکدیگر اختلاف دارن. دلیلش این بوده، یکیشو امروز گفته، یکی مثلا 10 سال دیگه گفته. بعدم اینا رو آوردن جمع کردن، عثمان هر کدومو خواسته دور ریخته، هر کدومو، خود اونام نمیفهمیدن آسمون چیه زمین چیه، اینا رو سنبل کردن تا امروز دست ما رسیده.
اکنون اگر کسی بخواهد بداند راستی الله این جهان را در چه مدت آفرید، پاسخ آن است که الله در نتیجه آفرینش جهان به خستگی افتاده، مغزش در هم شده و پیامبر هم از بس قول الله پشت هم اندازی کرده دچار پریشان مغزی گردیده. ببخشید این تیکر اصلا من نخوندم. قرآن به ما می آموزد که در آغاز آسمان ها و زمین به یکدیگر چسبیده بودند، ولی الله همه چیزدان آنها را از یکدیگر جدا کرد. او همچنین تا آن اندازه نسبت به بنده هایش مهربان و باگذشت بود که در روی زمین کوه های ثابت و بی حرکتی به وجود آورد که از تکان های زمین جلوگیری کند. آیه های زیر آیت های اثبات مهربان های فراسوی پندار الله بخشنده و مهربان نسبت به بندگانش می باشد. آیه 30 سوره 21: آیا کافران نمی بینند که آسمان ها و زمین در آغاز به یکدیگر چسبیده بودند و ما آنها را از یکدیگر جدا کردیم؟ الله می فرماید. و در آیه 31 همون سوره 21 می‌فرمایند: و ما در روی زمین کوههای ثابت و بدون حرکت قرار دادیم تا از تکان و حرکت زمین جلوگیری کنند. در آیه 12 سوره طلاق گفته می شود که شماره زمین ها و آسمان ها برابر هستند. الله آن کسی است که 7 آسمان آفرید و به همان تعداد نیز زمین آفرینش کرد و فرمان نافذ خود را در بین 7 آسمان و زمین نازل کرد تا بدانید که الله بر همه چیز توانا بوده و به وسیله علم و دانش بر همه چیز احاطه دارد. سوره آیه 12 سوره طلاق. من همه را نشونی میدم، خودتون برید بخونید. و میگه این نوشته آقای انصاری: ظریف مؤمن مسلمانی که این آیه را میخواند و در هنگام قرائت آن از هیبت الله عشق از چشم فرو می ریخت می گفت: بر منکر چنین حقیقتی که ما با چشم خرد و جان و روان می بینیم لعنت باد. اونم میگه حق اونه. به هر روی اگر در منظومه خورشیدی 7 زمین وجود دارند، پس 6 دیگر آن در کجا قرار گرفتند؟ این سوالاتو خودتون از خودتون بکنید. من ببینم زیادی حرف نزده باشم، از 10 گذشت، بقیه رو میذارم برای فردا. اینا رو یعنی هر روز پیگیری میکنم تعدادی از این آیه ها رو، شاید شما رو تشویق کنم که کتاب آسمانیتون رو بخونید، کتابی که در چاپخانه آسمان چاپ شده و برای شما اومده. بخونید، شاید دریم من، شاید رویای من در 30 دیگه 40 دیگه به وقوع پیونده. شاید کسانی که حرف منو میفهمن به بچه هاشون بتونن حقایقی رو بگن. شاید این اختاپوس از دست پای ما باز بشه و کسی جرأت نکنه بگه من آخوندم. یه رو به وقت دارم در مورد صحبتهایی که اینجا براتون یادداشت کردم که صحبت بکنم. انسان اگر خودش قدر خودش رو ندونه، هیچ کسی بهش احترام نمیذاره.
در کشوری که من زندگی میکنم دائم توی رادیو تلویزیون آگهی هست حمایت از حیوانات. مسئله این نیست که اون مؤسسه چی کار میکنه، مسئله اینه که اگر شما سگی داشته باشید که سگ خودتون باشه و توی یه فروشگاهی این رو بد جوری ببندینش، نه اینکه کتکش بزنی، اونو جرأت نداری، مردم میریزن روت، بد جوری ببندینش که این حیوان ناراحت بشه، همه مردم بهت اعتراض میکنن. تو کشوری که من ازش دارم میام، وقتی که یک نفر رو میبرن دار بزنن، مردم وای میسن اونجا صلوات میفرستن، چون الله به یک عده‌ای که محبوب القلوبشن اجازه داده اون عده دیگر رو بکشن. از زمان محمد شروع شده نوع کشت و کشتار و قطع دست و پا رو الله دستور فرمودن. الله دستور فرمودن که هر کسی که تو فکر کردی مرتده گردنشو بزن، من میبرم تو بهش وسط خانوم میارم. الله فرمودند که هر کسی که نگفت لا اله الا الله گردنشو بزن، مالشو بخور، زن بچهش تجاوز کن، بعد ببر تو بازار مدینه بفروششون. اگر این کارو کردی من میبرمت بهشت، برات خانوم میارم. این الله چی کار است؟ تو میترسی این حرفا رو بشنوی و سنگ بشی؟ من گوینده سنگ نمیشم، ولی سربازان بی پدر و مادر و خواهر و مادر فلان امام زمان به دنبال منن که به امر اللهشون سر منو ببرن، چون الله اجازه داده. وقت تو دلت میخواد من به این الله احترام بذارم؟ تو اصلا الله رو میشناسی؟ در کشوری که برای من و تو الله سوغاتی میاره، آخوندهای شیعه رو از ارسیه عود میاره تا جایی که مملکت رو میده دستشون، اسلام رو برای ما محترم میشموره، توی تمام رادیو تلویزیوناش تبلیغ اسلامی، تو خیابوناش تبلیغ اسلامی میکنه، تو اون کشور 800 اتوبوس تابلوی دارن میگن که احتمالاً خدا وجود ندارد، نگران نباش و از زندگیت لذت ببر. کشور فخیمه انگلیس، روزنامه فرانسوی لوموند می نویسه بی خدایان، کسانی که به خدا و وجود خدا اعتقاد ندارند، این سری تبلیغات را روی 800 اتوبوس لندن و نیز در متروی این شهر آغاز کردند. شاید باور نکنید پایگزارش یه دختر جوونه، یه دختر جوون روزنامه نگاره، همین روزا ممکنه بکشنش. همانطور که در عکس سمت راست هم میبینید، در بارسلون اسپانیا هم که کشوری بسیار کاتولیک است، چنین تبلیغاتی آغاز شده است و نیز اخیراً در ژنو سوئیس. این در حقیقت یک جنگ تبلیغاتی است، چرا که پیش از این خداپرستان کاتولیک تبلیغاتی با شعار خدا وجود دارد، از زندگی خود با مسیح لذت ببر، تبلیغات خداپرستانه خود را آغاز کرده بودند. خدا بی عرضه است، آخوند باید بیاد براش تبلیغ کنه، چون آخوند خدا رو ساخته، این عروسکی که ساخته این دکونشه.
محمد اگه الله رو نمی ساخت کسی به حرفش گوش نمی داد. و این تبلیغات بی خدایان در جواب آن است. در ایتالیا هم بی خدایان با شعار خدا وجود دارد اما تو خدا نیستی پس راحت باش تبلیغات می کند. این کمپین تبلیغاتی را یک دختر جوان روزنامه‌نگار و نویسنده عکسش هم انداخته بود که عکس او را می‌بینید به راه انداخته و تا به حال مردم 140 هزار لیره استرلینگ به او کمک مالی کرده اند. یک گروه روی فیسبوک وجود دارد و روزنامه‌های مختلف در مورد آن نوشتند. این کشور میگه که اسلام برای کشورهای عقب افتاده چون اونا باید کار بکنن و ما بخوریم، اونها باید سردمدارانشون بدزدن بیارن تو بانکهای ما، باید سردمدارانشون بدزدن بیان ملکای انگلیس رو بخرن پولشون بیاد تو کشور ما. خودمون خدا بود بود نه، ما با خدا کاری نداریم، ما با پول کار داریم. انگلیس دین و مذهب و آیین و این حرفا نداره. انگلیس با پول صحبت میکنه، با اقتصاد. چرچیل گفت ما دوست و دشمن نداریم، ما اقتصاد داریم. اگر یه روزی مردم مملکت من هم اینو فهمیدن کار ما خیلی خیلی جلو میفته. شما که همه به دنبال رهبر می گردید، شمایی که بر من می نویسید که چرا کسی جلو نمی افته، اینجا خبری نیست، اینجا رهبر نداریم. شما هر چیزی رو تشخیص ببینید. ستارخان در لال فروش اسب و قاطر بود، ولی وقتی که دید مملکتش داره از دست میره فکر جونشو نکرد، با کسی نساخت. وقتی دولت روس اومد بهش گفت من پرچمام میزنم بالای خونت که کسی با تو کار نداشته باشه، گفت من برای این میجنگم که پرچمم بالای قصر تزار روس بخوره، تو میخوای پرچمتو بزنی بالا خونه من؟ یه آدم معمولی، نمیدونم سواد چقدر داشت. سواد فرموله. ستارخان شعور داشت، ستارخان میهن پرست بود. آیا تو این 70 میلیون دیگه بابک پیدا نمیشه؟ دیگه ستارخان پیدا نمیشه؟ دیگه یعقوب لیث پیدا نمیشه؟ میگید زمان فرق کرده؟ نه، زمان بابک با زمان ستارخان فرق داشت، ولی هر دو قهرمان ملی شدن. بگردید توی خودتون یکی بلند میشه، دنبال اون باشید. اینی که من میگم از بت‌سازی صرف نظر بکنید، یه موش پیر و پاتال ورچروکیده که شاید خود منم جز به اونا باشم، با عقاید عهد دقیانوس دارن زندگی میکنن، نای حرف زدن دیگه نداره، ولی میاد همون اینجوری حرفش میزنه. اگر به دنبال اینا برین، همین بوتی که اینا یه عمری دنبالش بودن در واقع بوتی هم نبوده، شما هم به همون گرفتار میشید. اگر فردا اون مملکت آزاد بشه، به نام شاهی و مصدقی و جبهه ملی و مجاهد خلق به جون هم میافتیم.
یه جوون 20 ساله نمیدونه شاه کی بوده، نمیدونه مصدق کی بوده، نمیدونه جبهه ملی چیه. این فسیلا رو میریزن دور. اینا چون چیزی ندارن نشستن راجع به اینا با هم دیگه هی جر و بحث میکنن. من نمیگم شاه بد بوده، نمیگم مصدق بد بوده، من میگم اینها مردند. برای فردای ایران یک لیدر لازمه، یک گروه پیشرو لازمه. فکر نکنید همه کار عملیه. کشور ما الان آماده است. به محض یک انفجار همه چی عوض میشه. این آدمایی که نمیدونن با کلا خود میذارن، اینا خودشونو باد میکنن. اینا از ترسشون این کارو میکنن. اونی که رو صورتش ماسک میکشه برای اینکه میترسه. از شما مردم میترسه، از شما زنا میترسه. به قدرت ملی اعتقاد پیدا کنید، همه چی درست میشه. من رویا نمیبینم، من مطمئنم این اتفاق میفته. اینایی که این بیرون نشستن، اینا نشستن ببینن امریکا کی چراغ سبز میده، کی پولشو میده. نصف این پولو بردارن بذارن جیبشون اول. ما خاورمیانه یا اینجوری هستیم. فکر نکنید استثنایی بین ما و دیگران هست. یا آخوندی را علم میکنن، میگن نمیدونم برو جردی آخونده از اونور آب اومده است، مثلا منتظری آخونده از این ور آب اومده است. اگه با دست انگلیسا باشه یا آخوند وسطون علم میکنه، به دست امریکایی ها باشه یه تکنوکرات وسطون علم میکنه. ولی هر کشوری فکر زندگی خودشو میکنه، فکر من و تو نیست. نه اسرائیل فکر توه، نه امریکا فکر توه، نه انگلیس فکر توه، نه فرانسه. برای اینکه نخست وزیر اسرائیل منتخب مردم اسرائیل، منتخب مردم ایران نیست. رئیس جمهور ایران منتخب مردم فلسطینه. ما رؤسای مملکتمون همه فلسطینی هن. اینا رهبر فلسطینه، رئیس جمهور فلسطینه، نمیدونم رئیس قوه قضاییه فلسطین، اینا همه با فلسطین کار دارن. حالا شما اگه تو تاریخ بری 50 سال پیش بگی کشور فلسطین کجا بود، اصلا کشوری به نام فلسطین وجود نداشته، همینجوری که کشوری به نام اسرائیل وجود نداشته. حالا 50 سال یه خورده بیشتر. وقتی بری قوم اینا رو بررسی کنی میبینی پالستانیان یا گروهی بودن از روم، چند هزار سال پیش اومدن اونجا، هیچ ربطی به عربا ندارن. عربا همینجوری که ریختن ایران رو گرفتن، مصر رو گرفتن، اونجا رو هم گرفتن، لبنان هم گرفتن، سوریه رو هم گرفتن. سوریه عرب نبودن، زبونشون ازشون گرفتن، عرب شدن، نجات بهشون دادن. یک فرمولی آورد پیامبر اسلام، گفت این شمشیر دستت باشه، الله پشتیبان توه، برو بکش. اگر کسی به حرف تو تسلیم شد بگو حق حساب منه بده، مال زکاتو بده. اگه تسلیم نشد بکشش، زار زندگیشو وردا 20% بپرس بار من، بقیهشو بخور. خب امروز در هر کجای دنیا این کار قانونی بکنن دنیا به هم میریزه. این
این مسئله من و شما و نمیدونم یه قانونی است که هر جا هر کی هر کیش بکنن. ببینید مرام اشتراکی میگه فکر نکن، بذار استاد فکر کنه. این مجاهدین خلق بهشون میگن فکر نکن، مسعود رجبی جا شما فکر میکنه. مسعود رجبی کجاست نمیدونیم، ولی فکر میکنه. در چین ماو فکر میکنه، در روسیه نمیدونم استالین فکر میکرد. الان کسانی که چپ هستن میگه مردم نمیفهمن، ما فکر میکنیم. آخوندام این همینه میگن، میگن مردم عوام کل انعامن، یعنی نادانهای مثل چار پایانند و ما جاشون فکر میکنیم. هر کدومتون میخواین قبول کنید، این گوی و این میدون اصلا به من مربوط نیست که تو کار شما ها دخالت کنم. دوستان عزیزی که قیمت کتاب ها رو از من میخوان، باز من دوباره میگم، روز جمعه گفتم این کتاب ها رو من دونه 50 دلار برای امریکا بدون هزینه پست، در خارج از امریکا در کانادا کتاب اول 10 دلار، کتاب های بقیه 5 دلار اضافه میشه، در اروپا 10 دلار اضافه میشه. از هر کتابی که شما میخرید 10-15 دلار پول اضافه میدید. اون چیزی است که به این برنامه کمک میکنید و اون دلیل کتاب فروشی منه که این برنامه اگر بهش کمک نشه مجبور دومش بذاره رو کولش بره. من در ماه ژانویه تعداد سفارشاتم خیلی کمه، در حدی است که این ماه هم دوباره از جیبم باید بدم. دوستانی که به من قول داده بودن و بعد نمیدونم حتما گرفتاری پیش اومده، کارشون خراب شده، اینا نتونستن بدن، حتما یه اتفاق افتاده. فردا در مورد شخصی به نام حضرت صاحب الامر آقا ابراهیم میرزایی که انسانها را به نور دانایی و توانایی هدایت می کردند یا می گردند صحبت می کنم که یه اعلامیه‌ای داده، عکسش هم اون بالا گذاشته، جوان خیلی برازنده ایه و فکر می کنم امام زمان جدیده. اسمش علم حق و عدالت، در ویژه‌نامه اخبار قیام وحدت اطلاعیه و اعلامیه شماره 1319 مورخه 24/8/1387 سازمان علم حق و عدالت. علم منظورش پرچمه، چون ما عربی، ما همه چیزمون عربی باید بگیم. علم حق، حق چیه؟ حق چیه؟ حق، حق چی؟ حق چی؟ ولی به هر صورت چون امام زمان بازی در ایران هست و رئیس جمهور ما امام زمانیه و برای امام زمان آب جارو میکنه، از این امام زمان ها زیاد پیدا خواهد شد تا روزی که ما به خرد برسیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.